ژنرال جوزف بوتل، فرمانده سنتکام. نیروهای آمریکا تا زمانی که لازم باشد در سوریه باقی خواهند ماند. افشاگری وکیل علی عبدالله صالح. شبه نظامیان حوثی یمن پادگان‌های ویژه‌ای برای سپاه پاسداران آماده کردند که مسئولیت این شبه نظامیان را بر عهده دارند. پایگاه‌های مخفی برای فعالیت‌های موشکی نیز ایجاد شده است. حمایت پاپ فرانسیس از راه حل دو کشوری برای صلح خاورمیانه. تلویزیون فاکس نیوز گزارشی از افتضاح چشم پوشی دولت اوباما بر قاچاق مواد مخدر و پولشویی حزب الله لبنان پخش کرده که بخشی از اون رو با هم می‌بینیم. He's ordering a review into a story we've been covering all week about possible Obama administration interference. دادستان کل آمریکا دستور داد در مورد پرونده دخالت دولت اوباما در کار تحقیق قاچاق مواد مخدر توسط گروه تروریستی حزب الله تحقیقاتی صورت گیرد. اوباما با این مداخله تصمیم داشت راه را برای توافق اتمی با رژیم ایران هموار کند. خبرنگار فاکس نیوز از کاخ سفید. جف سشنز، دادستان کل، به فاکس نیوز گفت اتهاماتی را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد دولت اوباما یک عملیات اداری مبارزه با مواد مخدر را منحرف کرده است. این پرونده شامل تحقیقاتی درباره قاچاق کوکائین به داخل آمریکا توسط حزب الله بوده است. In a statement to Fox News talking about the opening of this review, سشنز دستور تحقیق در مورد پروژه کاساندرا را صادر کرده است. این پروژه اعضای حزب الله را تحت پیگرد داشته است. این افشاگری اولین بار در مجله پولیتیکو منتشر شد. دادستان کل گفت امیدوارم که هیچ مانعی توسط دولت پیشین برای دادن اجازه به ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر برای آنکه به طور کامل تمامی پرونده‌های تحت پروژه کاساندرا را مطرح کنند ایجاد نشده باشد. این موضوعی مهم برای حفاظت از مردم آمریکاست. منابع وزارت دادگستری میگویند این تحقیق ممکن است به بازگشایی پرونده پیگرد قانونی مقامات حزب الله منجر شود و میتواند باعث شروع تحقیقات بازرسی عمومی دیگری از پرسنل وزارت دادگستری شود. روز سه‌شنبه گذشته شبه نظامیان حوثی برای دومین بار به پایتخت عربستان موشک شلیک کردند. این کار بی‌اعتنایی به محکومیت‌های بین‌المللی بود. معالی الامین العام و انا و وزیر خارجیه و كذلك سفراء 19 دوله كنا في اجتماع مع الرئيس هادي لمناقشه عمليه السلام. عبدالعزیز اوبشیق، معاون دبیر کل شورای همکاری کشورهای خلیج فارس به تلویزیون اسکای نیوز گفت من و دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه و سفرای 19 کشور در ملاقات با رئیس جمهور عبدرب منصور هادی از او شنیدیم که همچنان به راه حل سیاسی با میانجیگری سازمان ملل پایبند است، اما طرف مقابل آن را رد می کند. ائتلاف عربی و دولت قانونی یمن خواهان روند صلح هستند، اما حوثی ها و در پشت آنها رژیم ایران در این روند کارشکنی می کنند. من معتقدم پیامی که حوثی ها و در پشت آنها رژیم ایران با موشک پرانی رساندند به خوبی نشان داد که هیچ اعتقادی به راه حل سیاسی ندارند و می خواهند تنها با زور بر یمن حکومت کنند. الحوثيين ومن وراءهم إيران عن الانخراط في عملية السلام. أنا أعتقد الرسالة التي وجهها الحوثيون اليوم ومن وراءهم إيران وعدم إيمانهم بالحلول السياسية وأنهم يرغبون ويعتزمون ويحاولون فرض إرادتهم على اليمن بالقوة. اسكاي نيوز. با وجود ترور علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق و با وجود موشک هایی که از داخل خاک یمن به عربستان شلیک می شود و مشخص شده که ساخت رژیم ایران است، آیا باز هم شورای همکاری خلیج فارس به راه حل سیاسی تکیه دارد؟
عبدالعزیز اویشیق معاون دبیر کل شورای همکاری کشورهای خلیج فارس: من معتقدم منظور عبدرب منصور هادی استمرار فشار نظامی دولت قانونی بر حوثی هاست تا قبول کنند به پشت میز مذاکره برگردند. راه حل سیاسی جز با فشار نظامی حاصل نمی شود. این دوران نمی توان جدا کرد. به همین دلیل عملیات ادامه دارد و حق هر دولتی در جهان است که سرزمین خود را به هر صورت که می تواند باز پس بگیرد. دولت یمن همچنین به طرح صلح کشورهای خلیج فارس و نتایج گفتگوهای ملی و قطعنامه 2216 شورای امنیت ایمان دارد. تمامی این توافقنامه ها از شبه نظامیان حوثی می خواهد که عقب نشینی کنند و به میز مذاکرات برگردند. ائتلاف عربی و به خصوص دولت یمن فکر می کنند باید به فشار نظامی ادامه دهند و باقی مانده سرزمین یمن در تمامی جبهه ها را که در دست حوثی هاست به دولت قانونی بازگردانند. كيف نحضرهم الى طاوله المفاوضات اعتقد التحالف وكذلك الحكومه اليمنيه وبدرجه اساسيه الحكومه اليمنيه تعتقد ان يجب الاستمرار في محاوله استعاده بقيه اراضي اليمن على جميع الجبهات الى ان يرجع الحوثيين الى رشد. در ارتباط با ابعاد سیاسی شلیک موشک بالستیک به عربستان سعودی توسط شبه نظامیان حوثی مورد حمایت رژیم ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس چیکار باید بکنند؟ امروز روشن شده شبه نظامیان حوثی و رژیم ایران با جان مردم یمن تجارت می کنند و برای آنها درد و رنج تولید می کنند. همه می دانند که موشک ها نمی توانند از دایره حفاظتی عربستان سعودی عبور کنند. با این وجود حوثی ها آن را شلیک می کنند. حوثی ها فکر می کنند چنین اعمالی برایشان پیروزی است و این موشک ها به چندین هدف اصابت خواهد کرد و تعدادی را به قتل می رساند. در نهایت آنها می خواهند با جان مردم یمن تجارت کنند. ولعل المسألة الثانية الواضحة التي يعني اطلاق مثل هذا الصاروخ اليوم. موضوع دیگر این است که شلیک موشک شروع پایان حوثی هاست. همه کسانی که امور یمن را دنبال می کنند می دانند در صورتی که حزب کنگره مردمی به رهبری علی عبدالله صالح که به حوثی ها اجازه گسترش داد نبود، آنها به چنین نقطه‌ای نمی‌رسیدند. امروز آنها فهمیدند که بعد از علی عبدالله صالح، صنعا دیر یا زود از دست آنها بیرون خواهد آمد. حتی سعده نیز از تیررس نیروهای دولت قانونی یمن دور نیست. العربیه: در ارتباط با مقابله نامحدود با شبه نظامیان، از این پس عربستان سعودی چه اقداماتی میتواند انجام دهد و کشورهای حوزه خلیج فارس چگونه از این اقدامات پشتیبانی خواهند کرد؟ محمد صالح سبتی: عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به مشکل یمن مسئولیت دارند، اما اقدامات آنها مانند رژیم ایران احمقانه نخواهد بود و از قوانین بین المللی خارج نخواهند شد. عربستان سعودی شاید سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار دهد، چه موشک ها به ریاض شلیک شود یا نشود. کشورهای حوزه خلیج فارس همگی به جز قطر از عربستان سعودی حمایت خواهند کرد. کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی حمایت خواهند کرد، چرا که برای دفاع از خود است. يساندها التحالف الإسلامي كذلك لأنها تدافع عن نفسها، لكن لا أشك أن أحدا يرنو إلى الذهاب أكثر من ذلك. کره شمالی تسلیحات بیولوژیک تولید میکنه. این تسلیحات میتونن ده ها هزار نفر رو بکشند. تلویزیون CNN: تحریم های پیشین سازمان ملل تأثیر کمی بر روی برنامه تسلیحاتی کره شمالی داشته است. در حقیقت کره شمالی از فوریه تا کنون به تنهایی 16 آزمایش انجام داده است. در ماه اوت سازمان ملل اقتصاد کره شمالی را هدف قرار داد. در نقطه مقابل کره شمالی یک ماه بعد اعلام کرد یک آزمایش بمب هیدروژنی را انجام داده است. پاسخ کره شمالی به تحریم‌ها سرپیچی بوده است. این امر باعث می‌شود اتهاماتی را در مورد برنامه تسلیحات بیولوژیک کره شمالی وارد کند. Could anthrax be deployed on a long-range missile? Could it work and could it kill a lot of people?
Yes, the Soviet Union did have. خبرنگار CNN. فقط تسلیحات اتمی نیست که تنش‌ها را افزایش می‌دهد. طرح جدید امنیت ترامپ می‌گوید رژیم کره شمالی به دنبال تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک است که می‌تواند توسط موشک حمل شود. دولت کره جنوبی در گزارشی که اخیراً توسط دانشگاه هاروارد تهیه شده است می‌گوید کره شمالی دارای 13 نوع عناصر شیمیایی است که اگر کیم جونگ اون تصمیم بگیرد ظرف 10 روز می‌توانند تسلیحاتی شوند. Soviet Union did have warheads that were designed for biological weapons. اندرو وبر دستیار سابق وزارت دفاع: شما می توانید یک حمله با عنصر آنتراکس را در لس آنجلس، در میامی یا نیویورک به طور مخفی انجام دهید که تأثیرات استراتژیک داشته باشد و ده‌ها هزار و حتی صدها هزار نفر از مردم را بکشد. غیر ممکن است بتوان به قطعیت فهمید که آیا کره شمالی این نوع تسلیحات را تولید می‌کند یا خیر، زیرا نفوذ در این رژیم سخت است و اطلاعات محدود است. اندرو وبر ده‌ها سال در مورد تسلیحات بیولوژیک برای پنتاگون تحقیق کرده است. میلیون‌ها نفر از مردم کره جنوبی و ده‌ها هزار نفر از نیروهای آمریکایی در کره جنوبی ممکن است در برابر چنین حمله بیولوژیک ضربه پذیر باشند. کارشناسان میگویند ردیابی اینکه چه کسی از سلاح بیولوژیک استفاده کرده سخت‌تر از ردیابی یک سلاح اتمی است. این هفته کره شمالی با انتشار بیانیه‌ای تکذیب کرد که برنامه تسلیحات بیولوژیک داشته باشد. This week North Korea put out a statement denying that it has a biological weapons program. در اردوگاه‌های پناهندگی بنگلادش بسیاری از پناهجویان مسلمان روهینگیایی ساکن شدند. این پناهجویان شاهد قتل و کشتار توسط ارتش میانمار بودند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که حداقل 6700 غیر نظامی به دست نیروهای ارتش میانمار کشته شدند. هنا بنگلادش و هذا واحد من مخیمات لاجئ الروهینگا الفرین من میانمار. اینجا بنگلادش است و اینجا یکی از اردوگاه‌های پناهندگان روهینگیایی است که از میانمار فرار کردند. در این محل زنان و مردانی زندگی می‌کنند که از مرگ و کشتار در روستاهایشان جان سالم به در بردند. بعضی از آنها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند ارتش میانمار مردم را کشتار می‌کند و غیر نظامیان به صورت برنامه‌ریزی شده اعدام می‌شوند. محمد ناصر یکی از کسانی است که از این کشتارها جان سالم به در برده است. او در ماه اوت گذشته از میانمار خارج شد. محمد هنوز از درد گلوله‌ای که به سینه‌اش اصابت کرده رنج می‌برد و از شوکی که به او وارد شده خلاص نشده است. به این دلیل قصه‌هایش را با سختی بیان می‌کند. می‌گوید با چشم‌هایش اجساد ده‌ها نفر را دیده که کنار رودخانه انداخته شده بودند. محمد ناصر: بدأوا يطلقون الرصاص نحوي بينما انا اركض. اطلقوا علي ثلاث رصاصات واحده منها اصابت ذراعي. وقتی داشتم فرار می‌کردم به من شلیک کردند. به من سه تیر شلیک شد. یکی از آنها به بازویم خورد. محمد حسن یکی دیگر از نجات یافتگان می‌گوید وقتی تیر خوردم خودم را به مردن زدم. وقتی که چشم‌هایم را باز کردم دیدم که آنها رفتند. گزارش پزشکان بدون مرز اشاره می‌کند که 6700 غیر نظامی از اقلیت روهینگیا در اولین ماه از تهاجمات خشونت‌آمیز میانمار کشته شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر هم می‌گویند سه کشتار جمعی در این کشور صورت گرفته، ولی ارتش میانمار عملیات نظامی علیه اقلیت روهینگیا را انکار می‌کند و اصرار دارد که بیگناهان را نکشته است. وثقت جماعات حقوقية ثلاث مذابح وقعت على نطاق واسع، ويبقى جيش ميانمار في حال نكران لهذه العمليات العسكرية وإصرار على أنه لم يقتل أبرياء. کشورهای اروپایی برای جلوگیری از حمایت مالی از گروه‌های تروریستی و بنیادگرا تلاش‌هاشون رو بیشتر کردند. آخرین اقدام کشورهای اروپایی در گرد همای بروکسل پایتخت بلژیک بود. عمليات إرهابية عدة ضربت أوروبا في العامين الأخيرين،
در دو سال اخیر چندین عملیات تروریستی در کشورهای اروپایی صورت گرفته است. شوکی که این حملات ایجاد کرد برای خشکاندن منابع مالی تروریست‌ها در کشورهای اروپایی کافی بوده است. نادیا سمینت، رئیس کمیته مبارزه با بنیادگرایی در پارلمان بلژیک: اروپا نعمل على صياغة قوانين تمنع تمويل الإرهاب، لكنها في البدايات فقط. فللأسف لم نعي ضرورة التصدي لتمويل الإرهاب. در اروپا در حال تصویب قوانینی هستیم که مانع حمایت مالی از تروریسم می شود، ولی ما هنوز در ابتدای این راه هستیم. متاسفانه تا قبل از تهاجمات تروریستی پاریس و بروکسل نسبت به ضرورت جلوگیری از حمایت مالی از تروریسم آگاه نبودیم، ولی در حال حاضر کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن داریم. در کادر جلوگیری از اعمال تروریستی، کارشناسان اروپایی بر تعریف تروریسم و گروه‌های بنیادگرا تمرکز کردند. آنها می‌گویند رابطه ای تنگاتنگ میان گروه‌های بنیادگرا وجود دارد. از جمله شخصیت‌های غربی که خواهان جلوگیری از حمایت مالی از گروه‌های تروریستی است، استیون مرلی، محقق آمریکایی است که در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده قطر منابع مالی تروریست‌ها را تأمین می‌کند. به گفته مرلی، قطر طی 5 سال گذشته از طریق جمعیت خیریه خود بیش از 140 میلیون یورو به جمعیت‌ها، مساجد و مؤسسات مرتبط با تروریست کمک کرده است. این جمعیت‌ها توسط کشورهای حامی مبارزه با تروریسم لیست گذاری تروریستی شدند. به گفته کارشناسان اروپایی، مشکل جدی نبودن قوانینی است که مانع حمایت مالی از گروه‌های بنیادگرا در اروپا می‌شود. این گروه‌ها از آزادی‌های گسترده‌ای که وجود دارد استفاده می‌کنند. کارشناسان اروپایی میگویند کار روی قوانین باعث می شود که گروه‌های بنیادگرا نتوانند در کشورهای عرب بی‌ثباتی ایجاد کنند. الاستقرار في الدول العربية في ظل ثبوت صلة تنظيم الأخوان بجماعات إرهابية كداعش والقاعدة التي قتلت الآلاف في العراق وسوريا وليبيا وغيرها. کاربران اپل میگن امنیت اطلاعات شخصی اونها زیر سوال رفته. علت چیه؟ و حالا با خبری از دخالت‌های تروریستی رژیم ایران در عربستان و یمن، برنامه 20 دقیقه رو ادامه میدیم. وزارت کشور عربستان سعودی جزئیات جدیدی از همکاری تروریست‌ها با رژیم ایران را اعلام کرد. ژنرال منصور الترکی، سخنگوی وزارت کشور عربستان، گفت تروریست هایی که در قتل محمد الجیرانی، قاضی اداره خیریه در استان شرقی قطیف، دست داشتند با رژیم ایران رابطه داشتند. وی افزود ما موفق شدیم عناصر تروریست را از حومه المساوره بیرون کنیم. ژنرال منصور ترکی کشته شدن سلمان الفرج، تروریست تحت تعقیب و یکی از آدمربایان الجیرانی را تایید کرد. وی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد تروریست هایی که در آدمربایی قاضی الجیرانی شرکت داشتند او را به یک مزرعه متروکه برده و سپس وی را به قتل رساندند. محمد المسوری، محامی رئیس الیمنی سابق علی عبدالله، محمد مسوری، وکیل علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن، فاش کرد شبه نظامیان حوثی پادگان‌های ویژه‌ای برای سپاه پاسداران آماده کردند تا این شبه نظامیان را آموزش بدهند. وی افزود پایگاه‌های مخفی هم برای فعالیت‌های موشکی نیز وجود دارد. موشک‌ها از طریق هوایی، زمینی و دریایی به صورت قطعات جدا شده به یمن می‌رسند و سپس در این کشور سرهمبندی و مونتاژ می‌شوند. مسئولی افزود هواپیماهای رژیم ایران قبل از بسته شدن فرودگاه صنعا نیروهای سپاه پاسداران را منتقل می کرد.
نیویورک تایمز. اگر اسد تلاش کند مناطقی را که هنوز در کنترل رزمندگان است، از جمله در نزدیک پایتخت و در استان ادلب تسخیر کند، خونریزی ادامه خواهد یافت. سرنوشت اسد که حکومت زادمانه خانواده او جرقه شورش را زد، سم نیست که تمامی تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح را متوقف کرده است.